بسم الله الرحمن الرحیم. هموطنان عزیز سلام بر شما. امید است که خوب صحتمند و سرحال هر جایی که هستین همیش خوشحال و آرام باشین. بازم خوشبختانه که من احمد نوید ظاهری با سایر همکارا در خدمت شما عزیزان بیننده قرار داریم. تشکری میکنیم از همه هموطنان عزیزی که همواره ما را بیننده هستند و همیشه ما را حمایت میکنند تا ما بتوانیم گزارش ها و همچنان کلیپ ها و برنامه های مختلف از طریق کانال خود به شما نشر بکنیم. عزیزان بیننده، امروز به شما از حوزه 13 شهر کابل که پرسنل این حوزه توانستند دو گروپ از سارقین بسیار حرفه‌ای و خطرناک را در ساحه خود دستگیر بکنند. که این گروپ بسیار گروپ خطرناکی بودند که با ترفندها و مهارت‌های گوناگون در گوشه‌های از شهر کابل، بالخصوص در ساحات ناحیه 18، ناحیه 13، ناحیه 5، ناحیه 6، در این قسمت‌ها هموطنان ما را توسط اسلحه، چاقو تهدید می‌کردند و پول و اجناس از اینها را با خود می‌بردند. که خوشبختانه نیروهای امنیتی حوزه 13 شهر کابل توانست این گروه از سارقین خطرناک را با مو تلاش هایی که نیروها دارند شب روز تلاش کردند که اینها را دستگیر بکنند، چون هم وطنان ما را بسیار اذیت و آزار کرده بودند و همچنان پول نقد، موترسیکل و همچنان موبایل های هم وطنان ما را اینها به سرقت برده بودند. حتی یک گروهش درمی اقرار در اعتراف خود گفته که تقریبا در حدود یک هفته اینها به صدها موبایل را از هموطنان ما را دزدی کردند، به سرقت بردند، که واقعا یک دستاورد بزرگ است به نیروهای امنیتی شهر کابل، بالخصوص آمر حوزه 13 شهر کابل جناب حماد صاحب، که واقعا اینها یک شهکاری کردند که همچو یک گروپ از سارقین خطرناک را دستگیر کردند در مربوطات حوزه 13 شهر کابل. شما هم این کلیپ را تماشا بکنید که قمندانی امنی مطبوعات قمندانی امنی کابل در اختیار ما قرار داده که ما هم خواستیم که از طریق برنامه خود به شما بیننده های عزیز نشر بکنیم. شما هم این ویدیو را تماشا بکنید، بازم در ادامه با ما باشید و همراهی من نمایید. دری روزو پی جریان که من یو دلغله مختلف و ساحو کې اغلاوی کړی وي، د لسمې اوزی مربوطاتو کې، د اتلسمې اوزی مربوطاتو کې، پنځمې اوزی مربوطاتو کې، د ولسمې اوزی مربوطاتو کې غلم ونیول، او دغه کسان چې دي پر دوه ډلو باندې مشتمل و، د یوې ډلې مشتی ابراهیم کوله او د بلې ډلې د بوکا په نامه باندې و دغه مشري کوله. نو دلته هم له هیوادوالو نه ډېر اجناس اشیا اخیستي وه، لکه د ابراهیم په خپل اقرار کې دا خبره کوله چې ما په دې لنډ وخت کې لسلو نه زیات موبایلونه مې له خلکو اخیستي دي، او تاسو لیدلی هم سئ چې له دوی سره کوم وسایل او اجناس ګیر راغلي دي، چې په تعداد د 400 موټر اسکیلو او ټیلیفونونه په ډېر انداز کې ټیلیفونونه، همدارنګه دې غلو ډېر حرفوي غله وه او له ډېر تکتیک او مهارت نه کار اخیسته. مختلفې جامې به یې استعمالولې، کله به یې جامې د ګیلکار واغوستلې، کله به یې د مکتب والا جامې واغوستلې یا د پوهنتون والا، چې موږ پوهنتون خلک یو کسان یو، نو دوی به په دغو جامو او په دغو تکتیکو کې له هیوادوالو نه د هغوی پیسې، موبایلونه، موټرسکیلونه اخیستل. خو لله الحمد د لسمې اوزې د مجاهدینو په بېساري هڅې او کوشش سره ونیول سوله، او د بعدي تحقیقاتو او څېړنې لپاره ریاست تحقیقات جنی ته ورمعرفي شو. محمد باقر بختیاري، وکیل ګذر 33 ناحیه 13 کابل میباشم. نهایت تشکر و قدردانی میکنم از آمریت حوزه و سایر پرسنل مجاهدین. امروز آمدیم که خیلی اکثر مسارقین را حوزه 13 گرفتار کردن. این جانب محمد رضا حیدری، یکی از وکیلای ناحیه 13، سپاس و تشکری میکنیم از نیروهای مجاهدین امارت اسلامی. واقعا تلاش شبانه روزی مجاهدین امارت اسلامی بودن که تا این دزدها را به شکل بسیار درست گرفتار نمودن، که امروز در پنجه قانون گرفتار شده و انشالله از مقام بالای امارت اسلامی تقاضامند هستیم که تا
تا به جزای اعمال خود برسند که عبرتی برای دیگران قرار بگیرند. محمد سایمان هستم، وکیل گذر 34 بسمتی قمر بن هاشم. او موکل ما که به حساب قربانی زده شده بود، اما آورده بود در حوزه 13 تقسیم کرده بود که تا ساعت 4 بعد از ظهر همو دزداره که تقریبا بالای 10 نفر است همینجا گرفتن و دیگه آمدیم اینجا همون وسایلاش را که از زمین آدم گرفته بود، موتورسیکل و گوشی و همه چیزاش را برای خودش تسلیم کرد و ما نهایت تشکر و سپاس قدردانی می‌نمیم از نیروهای امنیتی حوزه 13 پلیس. محمد حسن ولد محمد اسلام، باشنده اصلی میدان اردک کابل. موتورسیکل مرد 34 سالت دوزار گرفت تاریخ 24. فعلا حوزه 13 موتورسیکل مسئولش دوزار گرفت و دوزار دستگیر کرده. الحمدلله دا دیر همکاری دولست دا زکر کلم چه کم پیخه کیگی نو آقا وکیل گزار یا مولا امامان دی مساجد و یا دا چه نمایندگان دی کچوی اغل منگ سر رابطه که مجایدین پوران زان رسی ساحه تا ساحه کلا بنده که نو دیری وقت دا مزنونین پا دا حالت که گرفتار رسیوی. نام ابراهیم از علت حسین علی به مدت 4-5 ماه میشه دوزی میکردم همراه 2000 سلا گیرم بودم. نام زبایر است، پارس کوچه امام حسن عسکری. رفتیم موبایل گرفتیم، کامرا ما را گرفته بود، باز آمیر روزه 13 ما را از طریق کامرا گرفت. علی هستم، ولد محمد از ولایت کابل. یک میل تفنگچه گیرم و دو نفر هستیم شاو گیر کردم جای دین اوزه 13. الحمدلله جنی پیخی کمی دی بیا یو نیم خامخا دخو انسانیت تو دی بشریت تقاضای سوگ لا کی سوگ یو جرم کی سوگ بل جرم خو الحمدلله دی لسم یوزی مجاهدین په وخت سره هغه قضیه ته رسیدگی کی او لکه څنګه چې دا غل گرفتار شوی دی داسې نور حقوقم په خپل وخت باندې رسیدگی کولای. بیننده های عزیز، شما همین ویدیو را تماشا کردین، دیدین که واقعا این نیروها کار از اینها و همچنان فعالیت هایی که اینها در قبال وطن انجام میتن واقعا ستودنی هست که همچون افراد اشخاصی که نظمامه را مختل میکنن اینها دستگیر میکنن و همچنان شما صحبت های وکلای گذر را نیست دیدین که اینها رضایتمندی نشان دادن از فعالیت های حوزه 13 شهر کابل. امیدوار هستم که اینها به جزای اعمال خود برسند و امارات اسلامی افغانستان بالخصوص نهادهای عدلی و قضایی در مورد از اینها خوبتر، بهتر و مطابق شریعت اسلامی قضاوت بکنه تا اینها دوباره به همچو اعمال دست نزنند و باعث مزاحم هموطنان ما نشوند، چون بازم اگر این قسم سرقت ها و همچنان دزدی ها باند گروپ ها که در کابل فعالیت سابق فعالیت داشتن الان فعالیت داشته باشه باز هموطنان ما ناگزیر هستند که شب روز خواب نکنن و از خود از مال خود و همچنان از دکانهای خود خودشان محافظت بکنن. انشاءالله ما امیدوار هستم که نیروهای مجاهدین امارت اسلامی افغانستان صبر شب روز تلاش میکنن تا همچو افراد را دستگیر بکنن و به چنگ قانون بسپارن. به این جوانان نیز پیام داریم که بیاین نیرا رایی که شما میروین به ترکستان میره بین رای درست تعقیب بکنین، از همچو کارها هیچ کسی به جای نرسیده، کوشش بکنین که از یک طریق صحیح و درست و حلال به خانواده های خود غذا پیدا بکنین تا بتوانین در دنیا و آخرت سربلند و سرفراز باشین. در ادامه میخواییم نظریات هموطنان ما را پیرامون امنیت شهر کابل داشته باشیم که اینها در مورد امنیت نسبت به سابق چه گفتنی هایی دارند، چقدر تغییرات واقعا در شهر کابل از لحاظ امنیتی آمدند. شما هم نظریات هموطنان ما را ببینین و بشنوین، بازم با ما باشین. سلام خدمت شما، نش خود معرفی کنیم؟ بله، من اینجا نیب سید آیت الله مطهری، یکی از ملای امامان مسجد غرب کابل، ناحیه پنجم، مسجد امام مهدی. بسیار خوب، مطهری صاحبی را بگوین که امسال عاشورا چگونه سپری شد؟ امسال عاشورا الحمدلله بسیار در سایه بسیار خوب سپری شد، در سایه امنیت و در سایه بسیار وضع بهتر و خوبتر از سالهای گذشته ما شاهد بودیم. تقدیر و تشکر میکنم اول از شما رسانه های محترمی که در اینجا حضور پیدا میکنین و تمام
حرف های مردم را در جهان منعکس میکنین و پیام های مردم را میرسانین. اول از شما تشکر میکنیم، بعد از امارت اسلامی که امنیت خوب را که یکی از خواسته های مردم افغانستان بود بسیار به وجه خوب تامین کردند. بسیار خوب. ایران بگین جناب حاجی صاحب که سابقش کده مثلا پیش از عاشورا چگونه بود وضعیت امنیتی در خود غرب کابل که شما در این ساحه زندگی میکنین؟ امنیتی بد نبود، قبلا هم خوب بود. ما راضی هستیم، ما انشالله خوب است. جمهوریت که چقدر تغییرات آمد؟ بسیار تغییراتی کاهش بزرگ آمد. چقدر هموطنان ما با نیروهای امنیتی همکار هستن؟ خصوصا شما عالم دین هستین، چقدر همکاری دارین با حوزه مربوطه با نیروهای امنیتی و کشفی؟ مردم همکاری داره، مردم در سطح همه چیزهای سطح امنیتی اینا با نیروهای امنیتی خود اول اونها رو تشویق میکنه، بعد با اونها همکار است. بسیار خوب. حالا با ما شما چی برمیگرده که با نیروهای امنیتی چگونه باید همکاری کنیم؟ با ما برمیخوره که با نیروهای همکاری ما بیشتر باشه، با اونها بهتر است، وضعیت از اینکه خوبتر میشه انشالله. بشک. چون یکی از چیزهای مهمی که هست همی ارتباط مردم با نظام هست، با دولت هست. یک چیزهای طبیعی است که وقتی مردم با نظام متحد بود، یک جا بود، وضع امنیتی و همه چیزها بهتر خوبتر شده میره. کدام پیام خاصی به دولت، به نیروهای امنیتی، به مردم شریف افغانستان دارین میروانید؟ مردم شریف افغانستان پیام اینه اتحاد و صمیمیت است و همپذیری همدیگر است. همدیگر را در آغوش خود بگیریم، یعنی بهترین پیام و بهترین راه است که ما سرفراز عزتمند آن وقتی هستیم که یک ملت واحده باشیم، همه یکدیگر را بپذیریم و چیزهایی را، تجربه های تلخی که ما از سابق داشتیم آنها دوباره تکرار نشود و نگذاریم که دسته هایی که تفرقه ایجاد میکنه آنها باز دوباره در کشور ما دست پیدا کنه و آنها به اهداف شومش برسه. بسیار زیاد تشکر. تشکر از شما. وضعیت امنیتی خوب نبود، به هر حال در غرب کابل ما کدام محدودیتی را حس نکردیم و بسیار همکاری خوب بودن از طرف نیروی امنیتی و برادرای اهل سنت اشتراک میکنند در جلسات، سخنرانی داشتند، در یک فضای اخوت و فضای امنیت برگزار شد. رضایت بخش است. خب کدام واقعی خود نداشتین خدا نکرد؟ نه ما در غرب کابل که دشت برچی هستیم کدام اتفاقی نیفتادن. نیروهای امنیتی در هر مساجد و در هر کوچه و در هر تکه خانه حضور داشتن، دیگه پوششی اپراتیفی داشتن در قسمتی امنیت کدام چالش و مشکلات خاصی دیدن نشد. اما قطعا در یک مراسم در روزه که در هو بالای چندین میلیون شیعه اشتراک میکنه، قطعا چی داره دیگه، نواقص و مشکلات خود داره قطعا، چون هم تجربه از طرف مردم نبود و هم از طرف امارات در بس قسمت. این هماهنگی اگر در سالهای دیگه صورت بگیره یه هم برداشتم شما موانع خاصی وجود نشد. خب بسیار عالی. ایران بگین که چقدر عزاداران حسینی امسال چقدر نظریات کردن و مهمتر از این که ارساله هواداران حسینی خون هدیه میکردن، امسال چقدر خون هدیه کردن؟ خب نظرات که در مساجد اینا که وقف مساجد است، مردم اما هر مقداری که اختصاص داده به امام حسین سالانه امور در اختیار عیاد امنای مساجد قرار میده، از اون نظر ساخته میشه و خیرات در اختیار مؤمنین قرار میگیره. اما در قسمت اهدای خون و کدام مرکزی هم مشخص نشده بود که در کجا باید خون اهدا بکنه و کیها باید خون اهدا بکنه، که در این قسمت هم نشد. این هماهنگی اگه میشد قطعا این پروسه هم پیش میرفت و به نتیجه ما میرسیم. متاسفانه در این قسمت ما احوال ندارم، بخصوص فکر نمیکنم که اهدای خون صورت گرفته باشه. خب بسیار ایران بگین آقا که از سابقش که در غرب کابل چقدر امنیت داشت، چقدر هموطنان ما میتونن شب روز گشت گذار بکنن، آیا در زمان جمهوریت هم مشکلات امنیتی که بود حالا هست یا نه؟ در ایام عاشورا هیچ گونه مشکل امنیتی نبود. من خودم ساعت 12 بجه شب از منبر که سخنرانی دادم شبانه می آمدم در خانه، موترا جوانا زنا تکه خانه بر می شدم می آمدم خانه هایش دو ساعت پیاده روی، یک ساعت پیاده روی و بعد در بعض قسمت نیروهای امنیتی که استاده بود راهنمایی هم می کرده، دیگه چالش نسبتا نبود. دوره جمهوریت خوب هم عاشورا در یک فضای صمیمی و خود برگزار می شد، ولی تهدیدات های امنیتی و وحشت جدی تر بود دیگه، فعلا اونچنان مشاهده نمیشه چون تهدیدا جدی وجود نداشت. بعد از مثلا پیش از عاشورا یا بعد از عاشورا چگونه است وضعیت خود غرب کابل از لحاظ امنیتی؟ از لحاظ امنیتی غرب کابل کدام مشکلی نداره،
یعنی چالش های تهدیدات امنیتی که انفجار میشد و انتحار میشد و مردم کشته میشد نیست، اما در بعضی نقطه گویان دوز با معذرت خردوز پیدا شده خوبی نسبتا خوب در هر جامعه هست، در کشورهای اروپایی هم در کشور جهان هم هست اتفاقات میفته. فعلا افغانستان از سطح جهان امنیتش شاید بیمانند باشد. چقدر با ما شما لازم است که با نیروهای امنیتی یوزه یا نیروهای کشفی استخباراتی خود همکاری بکنیم تا بتوانیم همچون مراسم های خود بهتر ادا بکنیم؟ خوی قطعا مسئولیت هم 50% به مردم برمیگرده، 50% به نیروی امنیتی. اگر همکاری دو طرفه نباشد و تشویق نیروهای امنیتی نباشد قطعا نتیجه نمیده دیگه. کسی که در روز در شبانه روز از فامیل خود خواب خود در گرمی هوا اونجا استاد میشه، خب باید مورد تفقد و تشویق مردم قرار بگیره و اما هنگی صورت بگیره و در سالهای آینده من فکر میکنم که کمیسیونی سازمانی تبلیغات اسلامی بتواند از طرف دولت منظور شد راجستر شده که بتواند در روز عاشورا هم مراسم عاشورا رو کنترل و بعد از عاشورا یک ارزیابی بکنه، یک نتیجه گیری بکنه. مثل همین شما خبرنگارا کاری بسیار بزرگی رو میکنید، هر کاری رو یک نتیجه گیری میکنید در اختیار مردم قرار میدید، هم بود مثبت شنم بود منفی، و یک نهادی باشد که از طرف دولت راجستر شده با هماهنگی تشیع این بتونه تمام عوامل و عقاید و اعیاد ها و مراسم های مذهبی مردم زیر پوشش بگیره و ارزیابی بکنه نواقص و فوایدش رو به مردم برسانه توسط رسانه های محترم. بسیار خوب آقای شب، در اخیر چه پیام دارین با مسئولین امنیتی شهر کابل؟ چه گفتنی های خاصی که اگر شما داشته باشید میشه مهربانی کنید؟ خب پیام هست که بزرگترین گمشده مردم افغانستان دو چیز است، یکی تحمل و وحدت و یکی امنیت. که مردم ما در 40 سال دنبال دو گمشده خود میگشت. اگر این دو تا بیاید در جامعه افغانستان حاکم شود، در سایش عدالت هم میاد، در سایش اقتصاد هم میاد، در سایش صلح پایدار میاد. و ما قیام به مردم هم هست، به امارت اسلامی هم هست که با مردم خود وارد تعامل شود و مردم خود در کنار کو بگیره، مردم را تشویق بکنه و مردم هم از نیروهای امنیتی خود استقبال بکنه، تشویق بکنه تا همه در یک صف قرار بگیریم و افغانستان انشاءالله در سطح جهان به عنوان یک کشور نمونه بحران زده بعد از جنگ تبدیل کنیم. سلامت باشید. بیننده های عزیز جهان، سپاس که تا این دم با ما بودین و تشکری خاص داریم از همه هموطنان عزیزی که در قبال وطن مسئولیت خود ادا میکنند، بالخصوص کسانی که در قبال وطن مسئولیت از لحاظ نظامی و ملکی دارند، بالخصوص نیروهای امنیتی که در حوزات شهر کابل و سایر افغانستان اینها وظیفه اجرا میکنند تا هموطنان ما در آرامش بسر ببرند و در کشور خود زندگی مرفع و آرام داشته باشند. و تشکری میکنیم از شما بیننده های عزیزی که در سراسر دنیا هستین، همواره ما را حمایت کمک میکنین تا ما بتوانیم بهترین گزارش ها را تقدیم حضور شما کنیم. ما هم از حضور شما عزیزان بیننده اجازه میخواهیم تا ادار بعد که انشاءالله در خدمت حاضر میشویم. ما را از دعاها و همچنان نیایشی که به دربار الله متعال میکنین فراموش نکنین. الله حافظ، نگهدار. لید نیوز، جایگاه خبرهای متفاوت.